بودجه سیاه چیست؟ کجا و چطور هزینه میشه؟ سلام رفقا، به 1001 دانستنی خوش اومدین. توی ویدیو قبلی در مورد خانواده‌ای که جهان رو کنترل میکنه صحبت کردیم. اگر دوست داشتی یه سر بهش بزن. بودجه سیاه بودجه‌ایه که به طور مخفیانه از درآمد کلی یک کشور برای اهداف گوناگون کنار گذاشته میشه. بودجه سیاه اکثراً با تحقیقات نظامی و کنترل مردم سر کار داره و به دلیل امنیت ملی کشور مخفی نگه داشته میشه. پروژه‌هایی که با بودجه سیاه انجام میشه به پروژه‌های سیاه مشهوره و اطلاعاتی در مورد آنها به عموم داده نمیشه. البته این بودجه‌ها فقط در کشورهای بزرگ مثل آمریکا و انگلیس و روسیه وجود نداره. همه کشورها بودجه سیاهی رو کنار میذارن. احتمالاً دولت‌ها بدون این بودجه نمیتونن به اهدافشون که از نظر مردم اهدافی شومه برسن. در آمریکا و انگلیس پروژه‌های سیاه به پروژه‌های مخفی و طبقه‌بندی شده نظامی و دفاعی گفته میشه که از طرف دولت، افراد نظامی و شرکت‌های مرتبط با امور دفاعی اشاره‌ای به ورود آنها نمیشه. برای نمونه از این دسته پروژه‌ها میتوان به ساخت هواپیمای F-117 نایت هاگ در صنایع نظامی آمریکا اشاره کرد که قادر به انجام عملیات مخفیه. V2 اسپریت یکی از این نمونه هاست که پروژه ساختنش کاملا محرمانه موند و تا زمان رونمایی ازش هر گونه خبر از تولید همچین چیزی انکار می شد. این بودجه ها و محل هزینه آنها نه تنها از کشورهای خارجی دیگر پنهان نگه داشته میشه، بلکه حتی نماینده های مردم نیز هیچ اطلاعاتی در مورد آنها ندارن. بخش زیادی از این بودجه برای ساخت تجهیزات جاسوسی مانند ماهواره های جاسوسی خرج میشه. برای مثال در سال 1994 آژانس امنیت ملی 5.3 میلیارد خرج ماهواره‌های جاسوسی کرد. بودجه سیاه آمریکا تحت تدابیر حفاظت اطلاعاتی سختگیرانه است. آمریکا هزاران میلیارد دلار برای توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که فقط کارای نظامی دارن هزینه کرده. از طرف دیگر کنگره آمریکا کمترین میزان نظارت بر روی این بودجه رو داره و اطلاعاتی که در این مورد به عموم داده میشه تقریبا در حد صفره. این پروژه ها از زمان دولت روزولت از سال 1942 شروع شد. اطلاعات مربوط به بودجه سیاه در حدی طبقه بندی امنیتی شده که از بعضی جنبه های آن حتی رئیس جمهور هم نباید مطلع بشه. برای مثال یک برنامه که شامل تولید 70,000 ادوات جنگی و نابود کننده بود در یکی از ناحیه‌های ناشناخته مربوط به منطقه 51 اجرا شد. بر اساس قانون فقط افرادی ازش مطلع می‌شدند که از نظر اطلاعاتی بر اساس ضرورت طبقه بندی می‌شدند که به ندرت شامل رئیس جمهور می شد. به علاوه نگهبانان منطقه 51 دستور داشتن که هر چیزی که به اون منطقه نزدیک می شه رو بدون اخطار از اونجا دور کنن. در سال 1957 شوروی اولین ماهواره ساخت بشر رو در مدار قرار داد که نشون می داد که این کشور دارای موشکی شده که به راحتی میتونه هر منطقه‌ای از زمین رو هدف قرار بده. آمریکا در برابر این موفقیت روس‌ها احساس سرخوردگی می‌کرد. نگرانی
بیشتر از این بابت بود که روس‌ها میتونستن از فضا اطلاعاتی در مورد پایگاه‌های نظامی مخفی در آمریکا به دست میارن. در پاسخ به این پیشرفت شوروی، بودجه سیاه و در نتیجه پروژه سیاه پرنده کثیف اجرا شد و هواپیمایی ساخته شد که میتونست از ناحیه مرز شوروی در قطب شمال وارد این کشور شده و به جمع‌آوری اطلاعات در مورد تأسیسات موشکی شوروی بپردازه. با توجه به این تاریکی 24 ساعته قطب، شوروی برای هرچه بیشتر مخفی نگه داشتن آزمایش‌هاش، بخشی از ساخت و سازهای نظامی خودش رو به اون منطقه انتقال داده بود. پرنده کثیف از همین امتیاز تاریکی 24 ساعته استفاده کرد و به جمع‌آوری اطلاعات پرداخت. بودجه سیاه سازمان سیاه هیچگاه علنی نمیشه. بخشی از بودجه سیاه نیز در سازمان سیاه مورد استفاده قرار گرفته. برای مثال، هواپیمای جاسوسی پرنده سیاه در طی جنگ سرد از طریق همین بودجه ها توسط سازمان سیاه ساخته شد. به علاوه، سیاه از این بودجه در عملیات‌های خارج از مرزی خود، در اقدامات تروریستی و راه اندازی شورش به نفع منافع آمریکا نیز استفاده می‌کند. برای مثال، سیاه در مسلح کردن افراد شورشی در کشورهای مختلف از جمله یمن و پاکستان و این اواخر در سوریه برای انجام عملیات‌هایی که به نفع آمریکا باشه. در واقع عملیات‌های شبه نظامی سیاه جای خاصی در بودجه سیاه برای خود دارند. اما بخش اعظم این بودجه در سیاه برای ساخت و مدیریت ماهواره‌های جاسوسی سازمان سیاه مصرف میشه که سلاح محسوب نمیشن ولی کاربرد نظامی استراتژیک دارن. بودجه سیاه سازمان سیاه میتونه با بودجه کل آژانس امنیت ملی آمریکا برابری کنه که در سال 2008 در حدود 17 میلیارد دلار بود. مطالب گفته شده برای کشور آمریکا بود، اما بودجه سیاه برای کشورها به همین صورته. کره شمالی همیشه کشور عجیبی بوده و قانون‌های عجیب و غریب زیادی هم داره. موضوع ویدیو فردا در این مورده. پس این ویدیو جذاب رو از دست ندید.